الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي أرسله الله رحمة للعالمين حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعه بإحسان واهتدى بهديه وتمسك بسنته واقتدى دربه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في أحكم كتابه وهو أصدق القائلين: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بخدمة تمام دوستان عزيزان بزرگواران بینندها و شنوندهای نهایت عزیز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نشست امروزی ما به مناسبت درس های سیرت النبی صلی الله علیه و سلم می باشد و یا مقدمه برای درس های بعدی می باشد که در آن سیرت نبی صلی الله علیه و سلم، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به مطابق عصر جدید، به مطابق نیازهای زمان و عصر جدید ان شاء الله به خدمت شما بیان خواهد شد. در این نشست امروزی قبل از اینکه به اصل موضوع پردازیم که درس سیرت است، جایی دارد که ما مقصد سیرت را برای دوستان بیان کنیم که مقصد از بیان سیرت چیست، چون که هر عمل، هر کار زمانی که مقصدی از او فهمیده شد، مرادی از او فهمیده شد، نتیجه و ثمره آن دانسته شد، آن کار مهتم بشان، قدر و مرتبه آن کار در دل آن شخص میشیند و با اهمیت میشود. بنابراین در این نشست و در این حلقه مقصد سیرت را مختصرا برای شما دوستان و بیننده ها و شنونده های عزیز ارائه خواهم کرد. آیه که در نزد شما تلاوت شد: الله جل عظمت اسمه انسان ها را و بنده های خود را خطاب می کند که شما سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای خود قدوه، برای خود مشعل را، برای خود آیدیال قرار بدهید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، البته به تحقیق برای شما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بهترین نمونه هست، یک بهترین مشعل راه است، یک بهترین مقتدا و پیشوا هست، یک بهترین آیدیال هست. برای کی این آیات بعداً قید دارد؟ لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، برای کسانی این اسوه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه هست، پیشوا هست که به الله و به رسولش و به روز رستاخیز ایمان داشته باشد. یعنی از این قید کفار، مشرکین، منافقین خارج می شود، فقط و فقط مسلمان مؤمن که به الله و رسولش ایمان داشته باشد در این آیت و در این قید باقی می ماند و ذکر الله کثیرا، و الله را به کثرت ذکر کند. اگر در جزئیات این آیت ما بپردازیم که الله متعال با چی نوع انسانها و عباد خود را تأکید می کند، در این آیت سه نوع تأکید پیدا می شود. با سه تأکید الله متعال در این آیت استعمال و کرده است. اولا لام برای تأکید هست، دوم قاف که یکی از حروف تحقیق و تأکید می باشد، سوم اگر این جمله جمله اسمیه قرار بگیرد، چون جمله اسمیه من حیث جمله اسمیه بودنش برای تاکید است. پس معلوم این شد که در این آیت الله متعال سه نوع تاکید به کار برده است و بنده های خود را تاکید می کند که
سیرت رسول الله را، زندگی رسول الله را برای خود مقتدا و پیشوا و آن را برای خود نمونه و مشعل راه قرار دید تا در دنیا و آخرت کامیاب و کامران شوید. سروران عزیز و بزرگوار، زمانی که ما سیرت میگوییم، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بحر بیکران هست. نمیتواند که یک شخص همه در همه پهلوها و در همه ابعاد سیرت سخن بگوید و آن را احاطه کند. به قدر استطاعت هرچند که ما توانستیم، انشاءالله در روشنی قرآن و حدیث ما سیرت رسول الله را به نیازهای عصر جدید برای دوستان عزیزان بیان خواهیم کرد. سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را می توانیم که در ابتدا به دو نوع تقسیم کنیم. یکی سیرت ذاتی و خلقی، دومی آن سیرت صفاتی آن. سیرت ذاتی و خلقی رسول الله صلی الله علیه و سلم مانندی که از عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم بوی عطر می آمد. این سیرت ذاتی و خلقی شان است. و ما مسلمان ها و مؤمن ها مورد خطاب این صفات ذاتی نیستیم، چون که این در اختیار ما نیست. اما آن چیزی، آن صفت و آن سیرتی که ما مورد خطاب آن هستیم، آن صفات و سیرتی صفاتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که در آن عباداتم شامل هست، معاملاتم شامل است، معاشرات و اخلاقیاتم شامل هست. ما میتونیم در عبادات، صلات، صوم، زکات، حج را بگیریم. ما میتونیم در معاملات تمامی اقسام بیو را بگیریم. در اخلاقیات و در معاشرات با مردم چشت و برخاست، گفتگو، دعوت، این تمامش در این صفات، در این سیرت صفاتی رسول الله صلی الله علیه و سلم جای گزین هست. بعدا میتوانیم که سیرت صفاتی را به سه مراحل تقسیم کنیم. یعنی سیرت و زندگی صفاتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به سه مراحل و به سه نوع تقسیم شده است. اول آن از طفولیت تا بعثت به رسول به پیامبری، از طفولیتشان تا بعثتشان به پیامبری یک مرحله. دومش از پیامبری تا هجرت به طرف مدینه دوم مرحله. مرحله سوم زندگی مدنی، یعنی بعد از هجرت تا رحلتشان از این دنیای فانی. این سه مراحل است در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که شما ان شاء الله شاهدی بیان این و در درس های بعدی ان شاء الله به وضوح و با تفصیل کامل اینها بیان خواهد شد. مقاصد را که ما امروز برای شما دوستا بیان میکنیم، سیرت البته مقاصد زیاد دارد، ولی ما برای شما عزیزان و بزرگواران سه مقصد مهم و شامل تمام مقاصدها را بیان خواهیم کرد. مقصد اول شناخت عصر جاهلیت است. مقصد دوم اصلاح معاشره، چه اصلاح اجتماعی باشد و یا اصلاح انفرادی. سومی آن رمزی موفقیت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هست. مقصد اول شناخت عصر جاهلیت. حضرت عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه و دیگر صحابه ها رضی الله عنهم می فرمودن شخصی که عصر جاهلیت را نداند و نشناسد، هیچگاه منزلت و قدر اسلام را درک نمی کند. شما می دانید که عصر جاهلیت چنانچه که از اسمش هویدا است، همه مردم جاهل بودند. اگرچه به صورت انسان، ولی حیوان صفت شده بودند. تمام فساد، تمام بدبختی ها، چه فساد عقیدوی باشد، چه فساد اجتماعی، چه فساد انفرادی، فرهنگی، تمام فساد وجود داشت. حتی این جنگ های قبیلویشان صدها سال طول میکشید. اولاد اوناستشان را به بودن عار، به وجهی که اونا عار میکردن، زنده درگور میکردن. این اسلام بود و این رسول معظم اسلام بود
که اونها را از این جهالت به سوی نور هدایت و از این گمراهی به طرف هدایت، از این تاریکی به طرف روشنایی و از بندگی بنده ها به سوی بندگی رب بنده ها کشان. مقصد دوم اصلاح معاشره، اصلاح اجتماعی و انفرادی هست. سروران عزیز، امروز در جامعه‌ای که ما زندگی می کنیم، در عصر که ما زندگی بسر می بریم، اصلاح اجتماعی از بین رفته است و اصلاح انفرادی علا وشکل انتها است. باید در این زمانه ما امت را، جوانان امت را، خواهران و برادران امت را درک کنیم و آن انقلابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحابه ها و در صحابیات آورد، اون را بفهمیم و آن را در جامعه عمل بیاوریم. همون کسانی که دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، دشمن دین مقدس اسلام بودند، زمانی که شکار انقلاب و تحولات رسول الله می شوند، همون کسا فداکار اسلام، همون کسا فداکار رسول الله صلی الله علیه و سلم و خادم دین می شود که امروز تاریخ افتخار می کند بنها و اون نام و اسمای گرامی اونها را در بطن خود تا روز قیامت ثبت کرده است. من و شما افتخار عزیز داریم که امتی همچو پیامبر، همچو حبیب خدا هستیم که رسولها تمنای امت بودنش را کرده است. پس باید سیرتی اون را در سیرت خود جایگزین کنیم و هر عمل و هر کردارشان را در عمل و کردار خود پیاده کنیم. مقصد سوم دوستان عزیز، رمز موفقیت صحابه. چطور صحابه کرام در دنیا و آخرت کامیاب شدند؟ حالا اونها کسانی بودند که اصلا زندگی را نمی فهمیدند، اصلا چوپان بودند، اصلا گاوچران بودند، ولی زمانی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قول الله و رسولش زانو می زنند، بر آن عمل می کنند، اونها دنیا را رهبری می کنند، دنیا را قیادت و سیادت می کنند. بیایید این قاعده را برای شما بگویم که هر آن عملی که به مطابق قول الله و رسولش انجام شود، اون در نزد الله و رسولش قابل قبول هست و هر آن عمل و هر آن کار که به خلاف قول الله و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام شود، مذموم و ناقابل منظور می باشد، قابل قبول نیست. ببینید در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم که خیر القرون هست، در جنگ احد، زمانی که ظاهراً یک نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود، کسانی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پشت کوه برای دفنمودن لشکر گذاشته بود، اون تیرزنها را زمانی که اونها میبینند که ما فتح حاصل کردیم در این جنگ، جنگ احد، ما فتح حاصل کردیم و صحابه ها دارن غنیمت را جمع میکنن، اونها میگن الان دیگه امر رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قدر بود، باید ما برویم با دیگر یاران خود غنیمت را جمع کنیم. در اینجا ظاهرا یک نافرمانی کوچکی صورت میگیرد که نافرمانی امیر هست. این جنگ و این فتحی که در جنگ احد بود، الله متعال به وجه نافرمانی به شکست تبدیل میکند و حضرت خالد بن ولید از پشت همین کوه و از پشت همین تپه حمله میکند و مسلمان ها را شکست میدهد و بزرگترین شکست و بزرگترین صدمه به رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین غزوه میخورد. این برای من و شما درس است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که خیر القرون هست، در ما بین مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، نافرمانی کوچک صورت میگیرد و فتح به شکست تبدیل می شود و مسلمانان صدمه بزرگ را روبرو می شوند.
بناهن دوستان عزیز و بزرگوار، اگر من و شما هم مانند صحابه کرام، مانند یاران فداکاری رسول الله، اگر اطاعت الله و رسول الله کنیم و اطاعت در تمام ابعاد زندگی کنیم، ما هم در دنیا و آخرت کامیاب خواهیم بود و کامران خواهیم بود و آن انقلاب محمدی را در همین زمان خود، در همین عصر خود، به حد استطاعت خود برای مردم بیان کنیم و زندگی رسول الله و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را سرعام کنیم، مردم را درس های سیرت و در مطالعه سیرت ترغیب شود تا که امت ما از مودها و از روش های غربی برگردند و به سوی اسلام و به ثقافت و کلتورهای اسلامی بر بگردند. دوستان عزیز، در آخر این را برای شما یادآور شوم که این درس های سیرت النبی ان شاء الله ادامه دارد و در هر هفته برای شما دوستان و عزیزان درس های سیرت النبی بیان خواهد شد، پس شما منتظر ما باشید. ان شاء الله فایده بسیار کثیری برای شما خواهد بود. ما هم برای شما سیرت را به نیاز عصر جدید و در روشنی قرآن و حدیث و دفع اعتراضات و دفع اقتراحاتی که غیر مسلمین و یا ملحدین و علمانیت بر سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است میدهیم و معلومات بیشتر شما خواهید دریافت. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.